گنگ یک فور تایم، من کافم و اینجا بند یک. سلام رفقا، خوش اومدید به برنامه کی بهتره، اولین قسمت برنامه کی بهتره. توی این برنامه قرار دو تا آرتیست رو بذاریم روی این میز، بررسی بکنیم از چپ و راست، از همه جهات ها، از نگاه موزیکی، از نگاه شخصیتی، از نگاه هر چیزی که میتونیم به یه آرتیست نگاه بکنیم و ببینیم خلاصه کی بهتر و حق با کیه. این برنامه کلا اینجوریه که دو تا آرتیست که با هم بیف دارن رو بررسی میکنیم و برندش رو از چند جهت مختلف بهتون میگیم. حدود 7-8 تا بخش براتون آماده کردم که قرار بریم با هم دیگه ببینیم. توش انیمیشن داریم، توش نظرات شما رو داریم، نظرات فن پیجا رو داریم، کلی داستان داریم، تاریخچه بیف داریم و همه چیز که بتونیم تصمیم درست بگیریم که کی بهتره. قسمت اول این برنامه هم با کسی شروع نمیشه جز مهراتیدن و عرفان پایدار که این چند وقته اوقای سوری بازیاشون و حال یه سری موزیک بازیاشون زیاد صدا کرده و کسی که قبلا با هم داشتن کار میکردن. بدون معطلی قبل اینکه بریم سراغ ویدیو فقط بگم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، حتما سابسکرایب کنید که روحیه خیلی خیلی زیادی هم میده. دوست و کلهاتون، دوستتون دارم. برو بریم. شاید شما از اون دسته آدمایی باشید که با خودتون بگید که نمیشه دو تا آرتیستو اینجوری با هم مقایسه کرد. شاید هم اونجور آدمایی باشید که بگید عدد همه چیو میگه. ولی خب عدد اکثر جاها همه چیو نمیگه به جز اینجا. متولد مرداد 62، خورشید رپ فارس. شروع فعالیت از سال 1380 با ترک شستشو. هنوز خون رو چنگام بدنم این لحظه میگن قهقار ساده ایه. عرفان پایدارم مثل مهراد هیدن آرتیست نسل یک رپ فارس و احترام زیادی همه براش قائلن. کسی که توی رپ همون اوایل خیلی خیلی باعث شد که با موزیک ویدیوهای کوالیتی بالاش که الان یکیشو ببینید. آره، با موزیک ویدیوهاش باعث شد کوالیتی کار بالا بره، کار بیشتر دیده بشه و کلاً رپ فارس و آدمای بیشتری بشناسن. عرفان پایدار سال اول کارش به خوبی داشت کار میکرد، با موزیکایی که ازش میومد و میشنیدیم. اولین آلبوم رسمی عرفان هم از خانه تا گوت سال 1386 اومد بیرون و اولین آلبوم رسمیش به حساب میومد. یه ترک ازش رو بریم بشنویم. بله اگه ما رو نتونه ببینه دست با خوش میشه رازه بتون مثل ماه مال ما خورشیده گرما و نور رنگای نوتون رو خوش میده صد کار رو دیدی بیریش حساب صبح اگه ما رو نتونه ببینه. عرفان کلا آرتیست بی‌نوسانی بود تو اون سالا، یعنی نه خیلی بالا بود نه خیلی پایین، یه ایدئالی واسه خودش داشت و داشت میرفت جلو تو کل اون سالا که سال 1394 با یه آلبوم خداحافظی کرد. با آلبوم خداحافظی آره پایدار خداحافظی. آره، سال 1394 با آلبوم خداحافظی از رپ خداحافظی کرد که جسته گریخته چند جا مصاحبهاشو من شنیدم. یه جا با چند شنبا سینا بود که میگفت که دلیل خداحافظیم سری مسائل عاطفی و احساسی خودمه و اصلاً ربطی به چیز دیگه ای نداره. یه سری جاهای دیگه هم من شنیدم که گفته انگار به خاطر این بوده که نمیتونست از رپ پول در بیاره، که سال 94 خلاصه از رپ کنارگیری کرد. عرفان سال 94 کنارگیری کرد و سال 96 با موزیک خوش اومدی برگشت به همراهی کنیس. خوش اومدی جایی که رسیدی، خوش اومدی جایی که. آره، عرفان پایدار با یه موزیک فوق العاده باحال برگشت که من خودم کل خاطره باش دارم. خوش اومدی جایی که. و سال 96 تا الان هم دو تا آلبوم بسته، آلبوم آیتل ترپ با جیدال و آلبوم انگیزه با دارا پایدار. و از اون سال به بعد هم گروه خودش رو خیلی بزرگتر کرد، گروه پایدار که متشکل از 4-5 نفر هست الان رو یه همتون احتمالاً بشناسید که بنیانگذارش هم قطعاً عرفان پایدار بود. متولد آذر 63، الماس رپ فارس، مهراد هیدن. مهراد شروعش یکم با عرفان متفاوت بود چون مهراد تکی شروع نکرد و اولین ترک رسمی خودش سال 1381 به همراهی سام ویلسون توی زدبازی بود. یعنی شروع کار مهراد هیدن شروع کار زدبازی بود. زدبازی هم قطعا برای همتون دیگه خاطره سازه. بد بپذیریم که تو کلی از خاطرات ما زدبازی سهم خیلی زیادی داشته. این دیگه فکت واقعا. مهراد هیدن تو کل کریرش تا پستی بلندی نداشت، برعکس عرفانی که فقط تا 94 اونجوری بود و بعدش خداحافظی کرد. مهراد تو این سالا کلی آلبوم داده بیرون، تونل 1 و 2، آلبوم 3
صفر از آلبوم زوزنقه که همین چند وقت پیش اومد بیرون و آلبوم بزرگ که همکاری با سامان ویلسون بود. اما زد بازی چند سالی میتونیم بگیم که بچه‌هاش هم دورا چلون سولو کار می‌کردن. ولی خب مهراد دیدنی که مد نظر منه نه و یه دونه چیز ایدوارو داشت میرفت جلو، همیشه علی کوالیتی کارش هم ارزش قائل بود. به بیوگرافی ریز از هر کدوم دیدین، اگه چیزی ازشون نمی‌دونستید با تا الان فهمیده باشید. ولی عرفان و مهراد با هم همکاریایی هم داشتن، مثل ترک خط من که بریم بشنویم. یکی از هیت ترین ترک های رپ فارسی ترک خط من، همکاری مهراد تیدن و عرفان پایدار. البته عرفان پایدار و مهراد تیدن راست موسیقی مهراد نبود. واقعا خیلی باحال دیگه این قضیه و واقعا وقتی این ترک رو میشنوی میگی به به چه زوج باحالی میتونن بشن این دو نفر در کنار هم. واقعا ولی حیف که ادامه دار نیست این قضیه. بیف شروع عجیب غریب، یعنی واقعا تنها چیزی که میتونم بگم همینه، بچه بازی بود. جوری استوری گذاشتن مهراد تیدن برای عرفان پایدار، مسخره کردن موهاش که گفت تو شبیه من شدی، سری استوری بازی دیگه سایت بت عرفان پایدار، مسخره کردن سایت بت و اینا، همه اینا یه پکیج کامل، لینک این بالا میذارم رو برید ببینید. کاملا تو اونجا بررسی کردم ولی احتمالاً بدونید قضیه بیفشون رو. من فقط اینجا میخوام بیفایی که اومد تو موزیک رو با هم بررسی بکنیم. مجموعاً 4 ترک، ترک از مهراد تیدن به همراه سامان ویلسون، 3 ترک از بکس پایدار که دوتاش عرفان کامل توش بود، یه دونش هم عرفان نبود و فقط بک وکال حرف میزد که بریم با هم بی سر کارو بشنویم. میری ایران میای پوزشو میری، جنده یه دولت میری میای کستشو میری، ترجیح میدم بد تیپ باشم سیبیل کج بذارم و کفشم کوبیده تا مثل تو نشه بی هنر، تنها کامنت ازت اینه که بچه خوبیه. صدا دو گلا نکن جلو همه پف نکن، آره مفی میگرم رو اگر رو من حف نکن نشون نده حف دست بخص نکن میگرم رو بذار در حف خوزگاره هرچی چهار فیکه مخه با کرام رو جنده. یه روز پولیس تقوه میزدم یادی کردم یه یه ارفان میگه نبر اسم با کارت تم میگه بزن قید شعارت. توی بیف موزیکی هم این شکلی با همدیگه واسن تو دانس و حرفاشون رو با همدیگه زدن و مشکلاتشون رو واسه همدیگه گفتن که قضیه خیلی باحال داشت رو میرفت چون حالا توی موزیک و همه دوست داشتن. ولی 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 بیف غیر موزیکی و غیر استوری هم داشتن توی مصاحبه هاشون و صحبت هاشون روی یوتیوب. بریم ببینیم صحبت عرفان پایدار راجع به مهراد تیدن و مهراد تیدن روی یوتیوب راجع به عرفان پایدار. میگه که بدترین ضعیف‌ترین رپر ایران. بابا شما خودتون تو هر زمینه ای کسا که این ویدیو رو میبینید اگه یکی سیتیو چیزی بدترینه ضعیفترینه واقعا بهش فکر میکنین، بیرین کاراشو دنبال میکنین، ستوری آتش به اختیار میزنین، راجع به ستاجه طرف حرف میزنین، بعد بیرین دیس میکنین طرفو، بعد تو کنسرتت آدمی که مهم نیست ضعیفترین رپره ایرانی کسی آهنگاشم نمیشناسه ولی من آهنگارو دادم تو کنسرت ها، من میخونم آهنگارو. آخه کسی که هیچکی نمیشناسه آهنگاشم نمیدونه ضعیفترین رپره ایرانی چرا بعد انقدر یک بهو بده؟ لازم گفتن خیلی نیست ولی عرفان ضعیف‌ترین رپر مارکت ماست، موزیکش هم سطحش پایین‌ترین تو مارکت، این چیز بدیهی. ولی واقعا ویدیو هیت نیستم خاطر هیت باشه که الکی بگم، من چند تا پوینت میگم که هم خودش اشاره کرده بود که به اونا رسیدگی بکنیم یکم و اینکه کلا چرا من با آدم زیاد حال نمی‌کنم. این چیزا همیشه امتحان می‌کنم، میگم مثلا یه خواننده میگم یه کسی رو میگم هر جمله‌ای تو اومد تو ذهنتون بگو همون موقع ولی مثلا بگیم جی جی ماد مازل باشه خلصه یا کوزا یا کوزا حسین به ملاک فقیه رو داری با با تتلو نمیتونم جلوت این بحث رو بازش کنم عرفان تو که خودم توش بودم قبول نیست. خب حالا میرسیم به بحث اصلی، حق با کیه و کی از اون یکی بهتره. کل بحث ما همینه، بهترین جایی که میتونیم بریم ببینیم کی بهتره و چی بهتره و نظر بپرسیم از شما هاست. ازتون خواستم که یه دونه وایس 40 ثانیه برام بفرستید، نظر خودتون راجع به این بیفو بگید، بگید حق با کدومشین و چرا و کاملا نظر خودتون از سایت خودتون و توضیح هم بدید که بریم با هم دیگه اینجا گوش بکنیم ببینیم نظر شما چیه، منطقی یا منطقی نیست. بریم وایس اول با هم دیگه بشنویم. هیدن زد به نظر من چون هم از نظر تکس هم از نظر کافیشینی هم از نظر فلو. خب بچه ها بذارید یکم منطقی صحبت بکنم. هیدن از نظر تکس و فلو صدا گفته کنم، صدا و فلو هیدن بوم حرف نداره، از نظر تکس عرفان خیلی قوی، یه ادعاییه که خیلی سخت میشه اثباتش کرد. حالا بریم جلو. داره بید که کنی سده بودش
عروس از راکستار خیلی بهتر. عروس از راکستار خیلی بهتر بود. منطقش اینه. اولی هیدن، یکیچ فعلا. بچه ها من شانسی گوش میدم و میخوام ببینم مشت نشونه خروار هست یا نه. یه نظر سنجی رو استوری اینستاگرام گذاشتم که یه نظر سنجی کلیه که بعد این بخش قطعا میبینیدش و اون عددی که اول ویدیو گفتم متوجه میشه. کافه جون، عزیز دلم، سنخوی ببین، عرفان و مهراد حالا بعد از مثلا تکنیکی ترین رپرها جزو یکی از رپرها این که هم پانچ لاین های بالایی دارن. تکنیکی ترین رپرها کیه منظوره؟ خیلی ترکاشون مفهوم داره، هم تکستاشون واقعا قویه و خیلی با شخصیت هم. ترکای مفهومی زیاد مثلا مهرات هیدن شاید دوست نداشته باشه خودش هم مثلا مفهومی بخونه. خودش هم یه بار اومده بود گفته بود که من دوست دارم اون پروداکشن موزیکه قوی باشه نه مفهوم تکست و اینا. ولی خب ترک مفهومی هم قطعا دارن، اصلا بحث تو این نیست. خود عرفان هم بعضی اوقات مفهومی نمیخونه، یعنی هر کی مفهومی بخونه خوب نخونده. یه جورایی میتونی پروداکشن خیلی قوی داشته باشی، سلیقه بعضی اینه که مفهومی گوش ندن اصلا. حالا خود اصلا فن این دو نیست، اصلا کاری به این داستان ندارم. ببین میدونی از نظر من مهرات توی ترک عروس خیلی مثلا فکت گفت، عرفان پایدار اومد راجع سام ویلسون است. به نظر من مهرات زد. اوکی مهرات دو، عرفان یک. میگه که سامان زد ولی مهرات نزد، این یه بحث دیگه است. دو تا بریم بعدی. بین عرفان و مهرات دیده من خوب عرفان رو ترجیح میدم. اوکی چون هم از نظر دیسی عرفان بهتره. دیسی که خب مقایسه بکنیم منم کاری ندارم با اینکه آمارا مثلا این بیشتر فنده رو میشه فنده کاری با این موضوع ندارم. اوکی ولی خب این که مثلا اگر نیست زنمی یا فلان اینو به قرآن ما شیخی رو سبون دبستان میکردیم ما هم دیگه. این هم فکته واقعا. اصلا کلا این بیف یکم اینجوری جلو رفت دیگه. میگفت این زنمه، این میگفت تو توپلی چاقی، میدونی این بیف اینجوری جلو رفته، اصلا نمیشه کارش کرد. مثلا میگفتیم داشته مثلا تو زن منی این مدل سبون دبستان ما شیخی رو میکنیم تو دیس میاره. از نظر دیسی که بهتره، از نظر مارکتی هم خب ببین فن زد بازی بیشتره، کنسرتشون هم بیشتر بود. دلیلش اینه که خب مایدار میرن کنسرت های زد بازی دیگه. ببین مایدار نمیاد مثلا نرفون با هم که مثلا 1400 گوش بده که ببین فرق اینه. ولی این صحبتش خیلی طولانیه که بخوام راجع بهش صحبت. نظر موزیکی هم به نظرم بهتره. اوکی 2-1 10 تا قرار گوش بکنیم. کاملا شانسی بالای 300 400 تا وایس واسه من اومده و این قرار نیست رو مشخص بکنه. فقط میخوام ببینم این با بعدی تناسب داره یا نه. تناسب البته. برو بریم بعدی. سلام خدمت کافه عزیز. توی بیف هیدن و عرفان خب 100% هیدن زد دیگه. توی دیس و دیس بگی گردن عروس و راکستار. خب فکته که تو آهنگ بود توی عروس خیلی بهتر بود و اون قسمتی که میگه روی خط خودت فلان و اینا مثلا آهنگ خط منم گذاشته بود خیلی چیز باحالی بود. و اینکه جدیدن عرفان از همه چی هیدن داره اسکی میره دیگه. داد احترام برای طرفدار عرفان خیلی قائلم، ولی خب جدیدن دیگه داره اسکی میره دیگه همه چی دیگه. آلبوم ها رو هم دیدیم دیگه، آلبوم هیدن زوزنقه کجا، آلبوم نور کجا، و دیگه همه چی مشخصه دیگه. به قول مهراد آلبوم نور آلبوم آخره. درسته آقا، درسته واقعا. 3-1 بعدی. داش سلام، خوبی؟ وقتت بخیر. خواستم در مورد این پسته که گذاشتی تو یوتیوبت بگم. راستش نظر من عرفان پایدار بهتره. اوکی. حالا کاری با کارش اینا ندارم. نظر اخلاقی کم بهتره. اینم مهمه ها. یه آرتیست از نظر اخلاقی هم میتونیم اینجا بررسی کنیم. چرا؟ الان دلیل میارم براتون. یه آرتیست جدا از حالا اون آرتش که داره و اینا، مخصوصا تو رپ فارسی تأثیر میتونه بذاره رو مخاطبش با صحبتاش. یکی ممکنه مثلا بیاد چیزی بگه چون مخاطباشون هم ممکنه مثلا سن پایین تر باشن، خیلی داستان بشه دیگه. اینم مهمه واقعا نظر اخلاقی. بعضی هم میتونن به اینم بسنده بکنن، سلیقه این داستان. اول اینکه مثلا خودش ادعایی نداره تو کارش، مثلا نمیگه من بهترین رپرم، بهترین آلبوم من دادم، چی میدونم، خودش دست بالا نمیگیره. 3-2. بعد قیافه نمیگیره. کاری هم با کسی تالا نداشت. حالا مثلا این مدتی که دیس بازی شروع کرده، کلا زیاد تو دیس و دیس بازی نبود تا این آخر، یعنی کلا کسی دیس نمیگیره. از اول کارش تو حاشیه نبود. فکت. ولی خب اونور پروداکشن مهرات دیدنم که دیگه خیلی چیز داستانه بچه‌وری.
5 تا 5 تا شنیدین بچا بریم برای 6 امی 5 شدیم. یو یو چه خبر؟ به نظر من عرفان از رونالدوش خیلی فاصله گرفته، خیلی وقت کارهای خفن نداده، خیلی وقت کارهای باری کلا واقعا من خودم خیلی به این فکر میکردم که چرا عرفان نمیاد یه سری موزیکی بخونه که میدونه هیت میشه، چون مثلا بعضی از موزیکایی که میخونه مشخصا مخاطب خیلی زیادی نداره، مثلا اون عدالت علی قطعا مخاطب زیادی نداره. میشون وقتی میتونی تو بیای یه موزیک مثل خط من بدی بیرون، چرا دوباره این کارو انجام نمیدی؟ مثلا این موزیک مثل بالانس بچه های زد بازی، میدونی من حس میکنم عرفان میتونه این کارو انجام بده، چرا که نمیکنه نمیدونم، ولی خب بچه های زد بازی واقعا خیلی خوب این کارو میکنن. فکت واقعا درسته. 4-2 بچه ها اینجوری، البته این بچه ها این بعد دو. خب سلام گفته بودی که با کدوم بیشتر حال میکنی از من، عرفان و مهراد؟ خب من 100% مهراد رو انتخاب میکنم، 5-2، چون واقعا یه موزیسین کامله، از هر لحاظی بگیری واقعا از بزرگای این کاره. من مثلا با رایمای عرفان حال نمی کنم، از نظر موزیکی داره بررسی میکنه کارو، میدونی؟ بعد از نظر خوشحال فلوش هم دوست ندارم زیاد، حداقل تو این چند وقت عرفان هم ببین خب... نمیشه اینو اصلا حداقل تو این چند وقت رو گفتی، بازه که میشم بیشتر فکر کنم باشه، چون عرفانه قدیم. مهراد همیشه در سطح عالی بوده و از دیگه تو رده گوت های گوت فارسی کلم عالی حساب میشه. اوکی مهراد 5-2 شد قضیه و سه تا دیگه کلا مونده بچه ها. تو این سه تا اگه یه دونه دیگهش مهراد باشه تمام قضیه تو این بخش حد اول. یو چه خبر؟ به نظر عرفان از رونالدوش خیلی فاصله گرفته، خیلی وقت کاره خفن نداده، خیلی وقت کاره هیچ نداده. عرفان قدیم به نظرم دیگه نابود شد، ولی چقدر ناراحت کننده است. مثل قدیمش نیست که بتونه آهنگای موندگاری مثل خط من بده این داستان. ولی مهراد اون استایل بوم بودنشو هنوزم کرنوز حفظ کرده. هنوزم کرنوز میتونه کارهای هیت بده. علومش یکی خیلی از بچهای نسل یک دیگه، اون نسلی که قدیم نیستن، ولی مثلا بچه‌های زد بازی خودشونو خیلی خوب نگه داشتن. پیشو کشیده بالا، خوب اومده جلو. حتی حسین هم این اواخر خوب داره کار میکنه واقعا. مهراد 6-2. سلام ستونم. ببین آجی، من خودم به شخصه با عرفان بیشتر حال میکنم، چون طرز فکری و چیزهایی که میگه بیشتر به درد من خورده تا کیدن. و اینکه من خودم عرفان رو بخاطر موزیک ویدیوهاش دوست داشتم. موزیک ویدیو واقعا و اینکه موزیک ویدیو، این وقت خیلی زیاد سر موزیک ویدیو هم میذاره. خودش هم میگفتم موزیک موزیک نسبت جمع شدن موزیک به ویدیوهاش فکر کنم میگفت 1-10 مثلا. تا میگم بعد زد بازی چند تا تگ هیت دادم، ولی من باش حال نکردم، نمیدونم برای چی. با عرفان میشار میکنم دیگه، یه آلبوم جدیدم داده با دنی اسدی که بوم. اوکی عرفان پایدار، عرفان پایدار 6-3. بریم برای آخری ببینیم چی میشه. درسته. سلام، درباره استوری گذاشته بودین، به نظر من مهراد دیدن خب تکنیکی تره و صدای بهتری داره، اینو همه میدونن که صدای مهراد خیلی خوبه، ولی توی تکست نویسی به نظر من مهراد ضعیفه و فقط تکست می نویسه که روی بیت بخوابه. و مهراد دیدن فقط واسه قافیه و اینا تکست می نویسه، قافیه و رایم توجه چندانی نمی کنه که اون محتوا رو میرسونه یا اصلا جالب هست برای شنونده ای که به تکست دقت میکنه یا نه، و فقط روی اینکه رو بیت بشینه دقت میکنه. ولی عرفان تکست نویسیش خیلی بهتر از مهراد هیدنه به نظر من. اوکی 6-4 شد فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم. این 10 تا وایسی که با هم دیگه گوش کردیم مدارات شما بود. بچه‌ها میگم بالای 300 تا وایس اومده، ولی قراره که فقط 10 تاشو گوش بکنیم. اگه خیلی دوست داشته باشید که بقیه وایس‌های بچه‌ها رو هم بشنوید، میتونم رو اینستاگرام یه دونه پست براتون بذارم، بگم اینطورم کل این وایس‌ها رو پشت سر هم بذاره براتون که گوش بکنید و وایس بچه‌ها هدر نره، حداقلتون که قرار نیست با این پارت بعدی بگیریم. همین یه پارت بود، فقط هم 10 تا وایس. پس بریم سراغ بعدی. خب وایس‌ها رو شنیدید بچه‌ها، حتما کامنت کنید که بعد از شنیدن این وایس‌ها نظرتون تغییر کرده یا نه، چقدرش از نگاهتون داشته، چقدرش اشتباه بوده و اینجور حرفا. ولی رسیدیم به بخش خیلی خیلی مهم. من اینو بوت روی اینستاگرام گذاشتم که به مهراد رای میدید یا عرفان و کدومشو بیشتر دوست دارید و کلن کی بهتره یا همون کی سره، که خیلی خیلی واسم جالب بود.
63 به 37 شد، یعنی 6 به 4 یه جورایی، که دقیقاً توی این بخشی که با هم بررسی کردیم و وایس های شما رو گوش کردیم 6 نفر گفتن مهراد، 4 نفر گفتن ارفان پایدار و کلاً این داستان اینجوری جمع میشه و خیلی خیلی عجیب بود برای من. خب برای خود من خیلی عجیب بود داستان که این اتفاق افتاد، ولی با همه این نظرهایی که شنیدم، من میخوام نظر خودم بگم، نظر شخص خودم میخوام بگم و شما هم حتما نظرتون رو برای من کامنت بکنید، بشینیم با هم صحبت بکنیم و به جمع‌بندی برسیم. جمع‌بندی من از داستان اینه که خیلیشو بچه‌ها گفتن، اینکه عرفان پایدار قدیم اینجا بود، یعنی عرفان پایدار نسبت به خودش افت کرده. اگه ما عرفان پایدار طول زمان رو بخوایم مقایسه بکنیم، عرفان پایدار قدیم رو با مهراد مقایسه بکنیم، خیلی مقایسه سخت میشه. ولی عرفان جدید شاید خودش به تصمیم خودش حتی دوست نداره دیگه کار بیت بده، دوست نداره دیگه کار مارکتی بده، به قولی خودش هم گفت دوست ندارم. و این داستان یه کوچولو عرفان رو چت جوری نشون بده که همه فکر کنن افت کرده. من نمیگم عرفان افت کرده، ولی از سلیقه من به دور شده واقعا به یه حد کمی. ولی مهراد هیدن به اون سلیقه جمع زیادی از مردم خیلی نزدیک داره میشه، یعنی به سمت جلو داره میره. و همین داستان من میتونم بگم از نظر موزیکی، پروداکشن و موزیک و اینها با مهراد هیدن هستم از این نظر واقعا. از نظر تکست نویسی و لیریکس و این داستان ها با عرفان همچنان، عرفان مفهومی جوری به قول بقیه بچه‌ها. ولی کلیت موضوع یک نام بخوام بگم درنم ازش، بذار کم توضیح بدم اون نامو خیلی سریع نگم. البته الان سبکشون یکم با هم فاصله گرفته. اگه الان بخوای موزیک سیاسی گوش بدی میری سمت عرفان، اگه بخوای یه موزیک که کم انرژی بده به حالت خوب بکنه، یا موزیک مثل حالت مثلا ترکای زوزنقه که کمی بی‌تاب بود گوش بکنی مثل ترک لالایی و شب به خوابی، میری سمت مهراد هیدن. الان من اینجوریه. کلا یه دونه نام بخوام بهتون بگم در حال حاضر الان به خارج از هر چیزی مهراد هیدن، ولی توی بیفشون، توی بیفی که با هم داشتن و کلا فکت گفتن دو طرف و اینها، من حس میکنم یه چیزی سمت مساوی بود بیشتر توی بیف. یا حتی میتونم بگم اگه تک ترک‌ها رو مقایسه بکنیم، راکستار رو مقایسه بکنیم با عروس، من میگم راکستار کم فکتش حتی بیشتر از عروس هم بود. ولی دیگه اینکه اومدن میگیرن رو تو ای رو دادن کمی لوس کرد کارو و بعد اون من حس میکنم جدوزی حتی با همون تک ترک برنده است. این نظر من راجع به امیدوارم چه مهراد هیدن چه عرفان پایدار کلی کارهای خفن‌تر بدن بیرون، عشق کنیم، پوز بدیم، کارهای بین‌المللی بکنن و خلاصه یه جورای دیگه همه این نسله ای که آلماس رف فارس هم واقعا که جایین که، یعنی کسایی هم که اونو ساختن و پایه‌گذاری کردن همشون قابل احترامن. پس این ویدیو دیگه فوش و اینا ندید و حتما نظرتون رو بگید، یعنی مثلا اولین کلمه بنویسید مهراد به این دلیل یا عرفان به این دلیل، میخوام ببینم توی نظرتون چه جوریه. و خلاصه همین دیگه، دوستتون دارم خیلی زیاد. مرسی که تا آخر این ویدیو منو همراهی کردید. حتما اینستاگرام من که این بالا میاد فالو بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم حتما بزنید بعد اینکه سابسکرایب کردید. من میگم اونو کردید قطعا الان اینا بزنید. دمتون گرم. یه انیمیشن ریزم الان میخوام براتون بذارم ببینید، انیمیشن خیلی قدیمی که فکر کنم روی خاکی و هیچکی ندیده باشه، اول انیمیشن که پخش شد توی بنده. انیمیشن پایانی که یه قسمتش اومده بود و من یه چند تا دیگه داشتم گذاشتم که یه قسمت بعدی نداشت. انیمیشن گنگیکو برزید تو کامنت ها، گنگیدن و گنگیکش بنده یکو فراموش نکنید.